درود بر شما، با 180 ثانیه دوشنبه 15 آبان همراه ما باشید. تعدادی از روزنامه‌نگاران شاغل در رسانه‌های ایران در شبکه‌های اجتماعی از احضار خود توسط نهادهای قضایی و امنیتی خبر دادند. گفته شده که این احضارها در پی اطلاع رسانی این افراد درباره آرمیتا گراوند صورت گرفته است. دومین ماه جنگ اسرائیل و حماس در حالی آغاز شد که سخنگوی ارتش اسرائیل میگوید پس از محاصره کامل غزه حالا غزه شمالی و جنوبی پدید آمده است. آمریکا نیز همزمان با ادامه تور سفرهای منطقه‌ای آنتونی بلینکن وزیر خارجه در اقدامی نادر درباره استقرار زیردریایی مجهز به موشک هدایت شونده در منطقه تحت مسئولیت سنتکام اطلاعیه عمومی صادر کرد. اردن نیز یک شنبه شب برای نخستین بار در یک ماه گذشته کمک هوایی به غزه ارسال کرد. آژانس‌های امدادرسان نیز می‌گویند به دنبال سومین مرحله قطع اینترنت و تلفن در غزه ارتباط با کارمندان خود را از دست داده‌اند. بازنشستگان مخابرات امروز دوشنبه همانند هفته‌های گذشته مقابل ادارات مخابرات شهرهای خود تجمع اعتراضی برگزار کردند. طی ماه‌های اخیر بازنشستگان با برگزاری تجمع هفتگی خواستار رسیدگی به نحوه اجرا و اصلاح همسانسازی، وضعیت نامساعد معیشتی، بیمه درمانی، عدم افزایش حقوق و عدم رسیدگی به مطالبات خود هستند. صندوق غارت کردن ما رو بیچاره کردن. نرگس محمدی برنده جایزه نوبل صلح و زندانی سیاسی در اعتراض به عدم اعزام به بیمارستان قلب دست به اعتصاب قضا زد. خانواده نرگس محمدی در متنی که در صفحه اینستاگرام منسوب به این مدافع حقوق بشر منتشر شده ضمن اعلام این خبر دلیل این اعتصاب را اعتراض به سیاست جمهوری اسلامی برای تعلل و عدم رسیدگی پزشکی به وضعیت زندانیان بیمار و اعتراض به سیاست یا مرگ یا حجاب اجباری برای زنان ایران اعلام کرده است.